بیروت 27/12/1966. لبيروت من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم. صبح روز 28/12/1966 با صدای در بیدار شدم. قسطان خسته و کوفته دم در ایستاده بود و با ناراحتی این نامه را به من داد و گفت: این برای توست، آن را برای تو نوشتم، اما به خاطر ناراحتیم از تو خواهرم فائزه را در آن خطاب قرار دادم. نامه را میان دستانم گذاشت و رفت. این نامه ای بود که آن را شب قبل، یعنی شب 27/12/1966 نوشته بود و آن را بعد از سپید دمه 28/12/1966 با نامه دیگر به پایان رساند. از محتوای نامه شوکه شدم و آن شب بعد از شب نشینی که با برخی از دوستان داشتم، نیاز مبرمی به خلوت کردن با خودم داشتم و اصلا به ذهنم خطور نکرد که این مسئله قصان را تا این حد به هم بریزد. آیا ممکن است به ذهنم خطور کرده باشد و من به عمد آن را به ناخودآگاه هم سپرده باشم؟ یا اینکه واقعا میخواستم آن شب را با خانواده اش سپری کند و لذا قول دادم به او زنگ بزنم تا از رفتنش مطمئن بشوم و همین امر باعث شد شک کند؟ آیا عمدن شک او را برانگیختم؟ تا همین امروز هم نمیدانم، ولی خیلی خوب به یاد دارم که همیشه هوای زندگی شخصیش را داشتم و به همان اندازه هم برای مستقل بودن ماهیت وجودیم حریص بودم. أغلقت بابها أصبحت في المساء وحدها وحدها وليل. فائزه عزیزم، من برای چند سالی پیش تو نخواهم بود، اما برمیگردم، به یک بار از زمین میجوشم و تو با خودت میگویی این بچه بالاخره برگشت. قبلا عصبی و غمگین می شدی و می گفتی که مرا کم داری، ولی بالاخره در برابر بچه همیشه سر به هوا، مدام درمانده و بی اختیار و جویای سرپناه دائمی تسلیم شدی. اکنون بعد از 30 سال می توانی از یک چیز مطمئن باشی و آن این که من مدام بر می گردم. ظاهراً بر من مقدر شده در اعماق وجودم شکست خورده بمانم. چیزی که در 10 سالگیم در وجود من شکست هنوز جوش نخورده و همیشه به چیزی که بد اقبالی و بد شانسی نام دارد وفادارترین مردم بودم. اکنون این من هستم که دوباره نزد تو برمیگردم، شاید به این خاطر که از من دوری و برای اینکه تو جزیره‌ای هستی که از آن من نیستی و از این جهت که نمیتوانی مرا با خود و درون خود و برای خودت ببری. طی سالهای گذشته چه اتفاقی افتاد؟ از وقتی تو را در اتاق عمل محاصره کردم دقیقا چه اتفاقی افتاد؟ یادت هست روزی که تیغ جراحی را مقابل صورت دکتر ویلسون گرفتم، همان مرد اسکاتلندی مهربان که در من چیزی یافته بود که خودم شخصا نیافته بودم؟ اگر داستان را بیاد بیاورد حتما خنده اش میگیرد. با تمام تفاسیر حق با من بود و به او گفتم
بگذار بچه بمیرد، اما اگر خودش بمیرد تو هم اینجا با او میمیری. و حاضر نشدم بیرون بروم و مثل دیوانه ها پشتم را به گوشه اتاق چسبانده بودم و به تو نگاه می کردم که زیر انگشتان سردش غرق در خون بودی و بعد از اینکه توانست پس از یک قرن رعب و وحشت نفس راحت بکشد زدم زیر گریه و تیغ جراحی از دستم افتاد و بعد تو را ندیدم مگر زمانی که اسامه 14 ساله شد. چرا مافات را اکنون به یاد می آورم؟ شاید به این خاطر که حس می کنم چقدر محق بودم. انسان چیزی جز مخترع پناهگاه نیست. این چنین بود و چنین است و چنین خواهد ماند و هر چیزی سوای آن مزخرف و بی‌معنی است. و اکنون می گویم من پناهم را درون آن غریزه‌ای که وقتی بچه بودم نبوت می نامیدی بسیار ژرف حس می کردم و فقدانش را به قدری هولناک احساس می کردم که اراده زنده ماندن مشروط به وجود تیغ جراحی بود. من حدقه چشمان دکتر ویلسون را وقتی که آن دو کره آبی رنگ درونشان شناور بودند فراموش نمی کنم. او از بس می دید که مردم چگونه به راحتی می میرند و دنیا را با پناهگاه های اندک پشت سر می گذارند قادر بود بفهمد و می دانست که تو پناه منی و اینک این منم که بر می گردم فائزه. آنگونه که بچه بازیگوش بودم و با لباس های خیس از باران شدید یافا نزد تو برمی گشتم و می توانی با همون صدای قدیمی به من بگویی تو زیر ناودان ها راه می رفتی. من خوب می دانم چقدر بازی گوشی. زیر ناودان ها فائز، زیر ناودان ها. من سرم را بعد بیشتر از 20 سال دوباره به تو می دهم تا موهای خیسم را خوش کنی، به رغم اینکه حس می کنم از درون خیس است. سرم را به تو می دهم، من بیچاره مسکین، و چیزی جز دستانت باقی نمی ماند. و درست به خاطر اینکه در فاصله 1000 مایلی قرار دارند، بعد از اینکه اسامه با آن زایمان سخت و هولناک متولد شد چه اتفاقی افتاد؟ برای من هنوز هم دلنگ در سفید رنگ از وقتی از میان آن بیرون رفتی به طور متقاطع می روند و می آیند. آیا چیزی عوض شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ این چه جنونی است که دنیا را پر کرده؟ آیا دوباره دکتر ویلسون را دیدی و راجع به جنون من صحبت کردید؟ آیا اسامه مرا می شناسد؟ آیا گاه و بیگاه در مورد من می شنود؟ من اما آن چیزی برایم اتفاق افتاد که یک بار به من گفتی تنها آن می تواند روزی ویرانم کند. عشق. اگر اینجا بودی و مانند سالهای قبل با ما می نشستی، در یک آن زیر چشمی به من نگاه می کردی و سرت را به نشانه تأیید تکان می دادی. تمام عمر منتظر دیدن این حرکت از سرت بودم. وقتی 7 سال پیش با ژاکلین در بهمدون نشستیم، از اولین فرصت استفاده کردی و ابروانت را مقابل چشمانم بالا گرفتی که بگویی نه خودش نیست. و آن زن از راه رسید، به من بگو که خودش است. بالاخره این همان چیزی بود که پشت سرم به انتظارش نشسته بودی فائزه، بیان که بدانم. این همان چیزی است که به تنهایی میتواند داغانم کند. چقدر راست میگفتی و چقدر من ساده بودم. یادت هست وقتی نزد تو آمدم و گفتم ژاکلین به مسافرت رفته است، سر سفره صبحانه به من گفتی تمام جسارتت فقط برای پنهان کردن قلب شکننده ایست که شکنندگیش را حد و مرزی نیست و روزی انگشتان زنی به آن خواهد رسید و آن را پودر خواهد کرد.
و اگر آن روز برسد و تو پیش من بیایی، تنها من تو را درک خواهم کرد. من آمدم و پاداشی جز درک کردن نمی خواهم. تو نمی توانی کسی را نصیحت کنی، من دارم تک تک می شوم و دیگر نمی توانی در این تنی که سراپا گوش بود گوش شنوایی بیابی. ما همیشه دیر می آییم، دیر می آییم، دیر می آییم. حالا همه چیز را فهمیدی فائزه، دیر می آییم. اکنون بر این بلندی در زندگیم میستم، آن را خشک و پر از خارزار و تنهایی میبینم و در سردی و برودت گذشته و آینده تا بی نهایت امتداد دارد. ظاهرم میکوشم تا وطن را با زن معاوضه کنم. آیا در تمام عمرت بدتر از این معامله و ناممکن تر از آن دیده ای؟ اما این چیزی است که دارد اتفاق می افتد و اکنون می توانم آن را به وضوح نشان دهم و انگار تمام آنچه دارد واقع می شود، چیزی جز رهنمون شدنی کور کورانه به این فرجام نیست. از همان ابتدا کوشیدم وطن را با کار عوض کنم، بعد با خانواده، بعد با کلمه، بعد با خشونت و بعد هم با زن. و من همیشه آن انتصاب واقعی را کم داشتم، همان انتصابی که صبحگاهان وقتی از خواب بیدار می شویم بر ما فریاد می دارد در این جهان چیزی از آن تو نیست، پس برخیز. آن را شناختی، فریب در حال فرو ریختن بود و من زمین محکمی میخواستم تا روی آن بیستم. و ما میتوانیم همه چیز را فریب دهیم جز پاهایمان. ما نمیتوانیم آنها را برای ایستادن بر پوسته های یخی شکننده و معلق در هوا قانع کنیم. اکنون روی آن تکه های یخی راه می رفتم و همه آنچه در تمام زندگیم گفتم و نوشتم چیزی جز صدای شکستن آنها به زیر گام های گریزان نبود. دوباره می پرسم چه اتفاقی افتاد؟ من به طور ناگهانی ازدواج کردم. البته تو نمی دانی چرا و از شنیدن خبر جا خوردی، کما اینکه پدرم هم با شنیدن آن جا خورد، اما نمی توانست کاری بکند، نمی توانست مرا از ثروتش محروم کند بعد از اینکه او بر خلاف میل و ارادش از آن محروم شد و نتوانست مانع از وارد شدنم به خانه شود. بعد از اینکه خودم از این کار امتناع کردم و نتوانست خشم و غضب آسمان را بر من نازل کند، چرا که از خشم و غضب آن خیلی بیشتر از نیاز یک مرد نصیبم شده است و او هم نمیدانست چرا و به چه علت. من اما میدانستم. من به تنها کار نیکوی بشر میپرداختم، پناهگاه اختراع میکردم. آنی زمانی آمد که من با اختیار و بلجبار به سرخوردن بر تپه جذاب و اقواگر پول مشغول شدم و صبح همان روزی که در شب آن تصمیم گرفتم با او ازدواج کنم، نزدیک بود با زنی دیگر برای آغاز زندگی مشترک به توافق برسم. زنی نیمه پولدار، نیمه زیبا و نیمه عاشق و نیمه جوان. آن زن در واقع نصف راه منتهی به سقوط بود و میخواستم او را ایستگاهی برای خودم در نظر بگیرم تا بعدها تمام سفری را بپذیرم که مقصد آن دل اعماق دیرین و از یاد رفته باشد. و آنی در آن روز آمد.
آنگونه که نامه نوید بخشی از جای دور و ناشناخته برای آدم بیاید. لذا او را در بارقه الهامی که در وجدانم تمام انسانهای ساکن این کره خاکی می درخشد به عنوان مأوایی برای فرار اختیار کردم. اکنون به تو می گویم او یک فرار بود. او در همه چیز با من فاصله داشت فائزه. من به 5 سال آزگار نیاز داشتم تا بتوانم مغاک عمیقی را که میان ما بود هموار کنم و بار دیگر مرتکب اشتباه فریبکاری شدم. وقتی از هموار کردنش به نحو احسنت عاجز ماندم، با آوردن 2 بچه دست به این کار زدم. به رغم همه چیز به ارزش‌های وفادار ماندم که برایم محترمند و آنها را از پدر بزرگم به ارث بردم که عمده مالک بود و به قدری به فضیلت ایمان داشت که حتی زمانی که زمین‌هایش را از دست داد به اخلاق خود پای بند بود. از اعماق وجودم می‌دانستم بادبانی که در اعماقم جمع شده است دوباره با بادهای غریب پر خواهد شد، ولی من مقاومت کردم و به خاطر او با قساوت دشنه زندگی گذشتم شانه خالی کردم و او هنوز هم خانم خوب و نازنینی است و چه بسا تنها چیز این جهان است که می‌توانم با رضایتی نامتناهی زندگیم را به او تقدیم کنم، اگر که در معرض خطر غیاب قرار گیرد. اکنون این را به تو میگویم، با اینکه روزی که با هم تنها بودیم از من پرسیدی تو با او خوشبختی؟ و من صادقانه و جدی گفتم نه. عشق برای خود چیزی و رابطه‌ام با او چیز دیگر است و خودش این را می داند. بعد قاده از راه رسید. ولقد ذكرتك والرماح نواهل ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبارك.